رفتنت خون در دل خورشید کرد، رفتنت خون در دل خورشید کرد، عشق اندر دیده ناهید کرد. رفتی ای سیمرغ خونین بال در سفر، در فراقت یک نیستان نوحگر. بار دیگر دومین سالیاد شهادت شهید کربلای محمد باقر محقق، رئیس رادیو تلویزیون راه فردا، به همفکران و همرزمانش تسلیت باد. در قسمت برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در ویژه برنامه امروزی محترم الحاج حاج عباس حسنزاده، رئیس شورای عالی قرآنی افغانستان، یک تن از عالمان دینی و از همفکران و هماندیشانی که در دوران شهید محمد باقر محقق با ایشان در ارتباط بوده و خاطرات و شناختشان را از این رئیس فقید بیان میکند. حاج آقا بسیار خوش آمدین، وقتان بخیر. ممنون که دعوت ما را در این برنامه پذیرفتین. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران شما و بینندگان نهایت عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. جواب سلام آقا صاحب، میشه شما در نخست به ما بگوین شناخت شما از شهید باقر چگونه بود؟ چگونه یک شخصیتی بود؟ بله، شهید باقر همونطور که همه جوانان و مردم ما میدانن، شهرتش از دوران نوجوانی شروع شد در افغانستان و خیلی مردم افغانستان خانواده ها میشناختن و از لحاظ این که در یک خانواده بزرگ تربیت پیدا کردن و از طرف دیگر در مسائل ورزشی ایشان شهرت پیدا کرد و چندین مقام را کسب نمود و توسط رئیس جمهور وقت جناب حامد کرزی مورد تشویق قرار گرفت. اینها باعث شد که مردم افغانستان، جوانان افغانستان ایشان را بیشتر بشناسند. اما یک مدتی به خاطر تحصیلات، به خاطر بالا بردن سطح آگاهی ایشان برای بورسیه تشریف برده بودند و در برگشت از مسائل تحصیلاتی باز هم در خدمت هموطنان عزیز قرار گرفتند. اما این بار با کولبار از علم و تجربه بیشتر در میان جوانان قرار گرفتند. من خودم شخصا با شهید باقر محقق در دوران انتخابات که ایشان کاندید بودن بیشتر آشنا شدیم و از نزدیک در رفت آمد بودیم و خیلی از مسائل را ایشان با علما مشورت میکردن و یکی از کسانی که همواره مورد مشورت قرار میگرفتیم ما بودیم در مسیر رفت آمدشان به طرف محافلی که برگزار میشد. در یک موتر حرکت میکردیم و در مسیر راه خیلی از مسائل مورد مشورت قرار میگرفتیم و یک استعداد بسیار بالایی داشت از لحاظ و ابعاد مختلف که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ایشان برخورد بسیار نیک و اخلاق بسیار نرم داشت با همه اقشار مختلف جامعه. درست. نه با یک قشر که ما بگیم با جوانها یک رفتار و برخورد خاصی داشت، بلکه در تمام زمینه ها ما وقتی شاهد بودیم در ملاقات هایشان بسیار مسائل با او سینی که داشت اقتضا نمیکرد در این سین یک انسانی قرار رشد بکنه و با اجتماع، با اخلاق، با رویه مختلف برای جذب جوانها، برای جذب مردم مؤمن اینا تلاش بکنن و در تمام زمینه ها حضور ایشان و رفتار ایشان و همچنین صحبت های دلنشین ایشان مورد پسند و جذب جوانان بود. توجه به مسائل وقت‌شناسی و مدیریتی یکی از مسائل بسیار خاص ایشان بود که تاکید میکردن کسانی که برای ملاقات وقت میگیرن، کسانی که محافل برگزار میکنه و در همون زمانی که دعوت میشد باید در همونجا حضور پیدا میکرد، وقت‌شناس بودن. وقت‌شناس بود. یکی از مسائل و خصایص ایشان همین بودن. و مسئله دیگه این که در تمام مباحث از مسائل دینی و مثلا مخصوصا در مباحث سخنرانی از آیات قرآن تلاش میکردن که استفاده بکنن و پیوند بدن صحبتهایش را با آیات قرآنی و خیلی از آیات را تلاش میکردن که از این آیات استفاده بشه، از تفاسیر آیات قرآن کریم.
و مسائل سیاسی پیوند داده بشه با مسائل دینی. آه. و این یک از خصیصه های ایشان بود که شخصیتشون رو برجسته کرده بود و در سخنرانی ها هم همونطور که کلیپ هایشان هم موجود هست و فرازهای از سخنانشان همیشه پخش میشه، منتقد دولت وقت بود. یعنی در اواخر مخصوصا در دوران انتخابات، در او اواخر که تبلیغات نزدیک به پایان رساندن بود، منتقد سخت دولت اشرف غنی بود و با توجه به این که بسیاری از شخصیت های نظامی و ملکی در دولت منفک می شد در دوران، ایشان شدیداً با این مسئله مخالفت می کردن و می گفتن که چرا از یک قوم اینطوری منفک می شن و به سوی بالاخره بازنشستگی سوق داده می شه یا کنارگیری می شه. اینا مسائل بودن که از خصیصه های شهید باقر بود و بسیار روک و روشن نظراتشان در سخنرانی ها، در بیانیه ها و در ملاقات ها بیان می کردن. بسیار عالی. تو یک اندازه آجاقان بندیشه های سیاسی شهید محمد باقر محقق اشاره کرد، چون در زمان انتخابات و مبارزات سیاسی در کنارشان بودن و هم بحث بودن با شهید کربلای محمد باقر محقق. اما اکنون پرسش ما یه ساجاقا که اندیشه خاصشان در بعد سیاسی چی بود و برای سیاست افغانستان، برای آینده سیاسی چی میخواست، چی آرزوهای داشت، گاهی با شما شریک کرده بود شهید باقر؟ بله، ایشان با توجه به این که در دوران رشد فکری و استعداد خاصی که هم داشت و قرار داشتن، پیشنهاداتی که در بعضی وقتا در سخنرانی‌هایشان مطرح می‌کردند، در ملاقات‌های خصوصی مطرح می‌کردند، در دیدبازیت‌هایشان با جوان‌ها، با مردم مطرح می‌کردند، بصراحتاً این مسئله را عنوان می‌کرد که ما در آینده باید در همین کشور زندگی بکنیم و برای زندگی مسالمت آمیز نیاز به مشارکت عمومی داریم، عدالت اجتماعی داریم و باید اگر بخواهیم یک زندگی مسالمت آمیز در کشور داشته باشیم، این تنها از رهگذر در کنار هم بودن و هم پذیری بودن و اینکه همه اقوام در کنار هم باشه، به این مسئله بسیار تاکید داشتند و در حقیقت نقص و همون مسائلی که در دولت که در زمانشان زندگی میکردیم مرتب اونها رو بیان میکردن که نقص هایی که وجود داره، امروز ملت از همدیگر جدا کرده و جوان ها در مسائل اجتماعی و سیاسی سهم نمیگیره و اینها مسائلی است که خود دولت باید این مسائل فراهم بسازه، حضور جوان ها، حضور زن ها و حضور نوجوان ها در تمام صحنه های اجتماعی در وزارت خانه ها باید با سویه حضورشان در افغانستان با توجه به مسائل قومی که وجود داره، اینها باید رعایت بشه تا عدالت اجتماعی رعایت بشه و ما یک زندگی خوب و مسالمت آمیزی داشته باشیم و همه برای یک افغانستان آباد و آینده خوب تلاش بکنیم. بسیار عالی. بسیار خوب. آقا صاحب، میشه بگین در بخش های رشد رسانه و آزادی و این تا چه حد کوشش و تلاش دارن و چه نظریاتی داشتن؟ در بخش رسانه هم واقعیت بسیار تلاش میکردن. ما از نزدیک شاهد بودیم، اگر یک پایشان با مردم، با جوانها بود، یک پایشان در رسانه و در بله. تلویزیون راه فردا به حیث مسئول و رئیس با درایت با کفایت تلویزیون راه فردا که تغییراتی را ما شاهد بودیم در اون زمان انجام میدادن و مخصوصا در مسائل دینی توجه بیشتر داشتن ایشان و از نزدیک بعضی وقتا شاهد بودیم که برای کارمندها با اون رویه بسیار خوبی که داشتن با اعضای تلویزیون و کارمندان در اینجا شاهد بودیم که ایشان سفارش فراوان میکردن که مناسبت ها از پیشتان نره و مناسبت های ایام ولادت ها، ایام شهادت های ائمه معصومین، روی این مسائل بسیار تاکید داشتن. یعنی ما یک تغییر و تحولی در اون زمان خود ما شاهد بودیم که در تلویزیون راه فردا به وجود می آمد و حیف شد که
این استعداد بزرگ و این مفکوره بسیار عالی از بین ما رفت و استعدادشان تازه شکوفا شده بود و تازه تلاش میکردن با جوانها انس بگیره، با مردم انس بگیره و مردم از راهنمایی ایشان واقعا استفاده بکنه. در ماهای اخیر ریاستشان در تلویزیون رای فردا ما هم افتخار همکاری داشتیم و تغییراتی که شما اشاره کردین بدون شک برخوردی که با ما داشتن، در سلام احوال پرسی پیش قدم میشد، واژه برادر همیشه به کار میبردن، سر سفره کنار هم می نشستیم و مهمتر از او زمینه های سفر و گزارشدهی در کربلای معلا در مراسم اربعین فراهم کرده بود. تعداد از همکارای ما رفتن کربلا، همراهشان گزارش تهیه کردن، مستند تهیه کردن و برنامه های خوبی از اونجا هم داشتیم. پیاده روی کردن خودشان در پیش از شهادت در کربلا، خب به هر حال نشان میده که یک جوان ما که هم خب در جامعه روشن فکری رشد کرده و هم در خانواده سرمایه دار و از رهبرا و متنفذین افغانستان باز هم شدیداً معتقد به مردش ها بود، معتقد تر شد از خیلی جوانایی که دیگه. آجا خیلی نکته خوب اشاره کردین، ما یک صحنه ای را شاهد بودیم در زمان شهادتشان بعد از 23 و 2 سال قبل در خانه استاد محقق، یک همبستگی به وجود آمده بود، همه اقوام افغانستان، بزرگان، شخصیت ها، احزاب می آمدن در کنار استاد، در کنار فامیلشان، روزها اونجا سپری میکردن، ختم قرآن ها برگزار شد و مردم فکر میکردن که مردم افغانستان چقدر متحد شدن، فکر میکردن کسایی قبلا شاید دشمنی داشتن، کینه داشتن، اما امروز در کنار هم بودن، چند روز با استاد محقق هم شریکی میکردن، این چی یک پیامی داشتن برای مردم، نشان دهنده چی مسئله شهید باقی را همه دوست داشتن یا لحاظ دیگه آمدن این گونه غم شریکی کردن؟ خب دو عامل عمده فکر میکنم باعث شده بود که شهید باقی رو همه دوست داشته باشن. یکی همین برخورد و رویه ای که داشتن، من فکر میکنم ایشان فراتر از مسائل حزبی، با اینکه در خانواده به قول شما زندگی میکرد که پدر بزرگوارشان یکی از رهبران متنفذ در افغانستان هستند و یکی از رهبران احزاب معروف در افغانستان، ولی ایشان افکارشان فراتر از مسائل حزبی بود، مسائل حتی قومی بود. در برخوردشان با شخصیت های سیاسی دیده می شد که مسائل حزبی و مسائل قومی اینا را فکر نمی کنه، همونطور که در بیاناتشان هم مشخص بود این مسائل و در عمل و در حرکاتشان هم این مسئله رعایت می شد. یعنی تلاش می کردن که در مسائل اجتماعی، در مسائل برخوردها جور برخورد بکنه که همه جذب شون و اون چی که سخن میگوین، اون چی که در بین اجتماع سخنرانی میکنن، صحبت از مسائل وحدت ملی میزنن، در عمل هم برا پیاده بکنن. یک خصیصه بود که ایشان داشت که عامل محبت بین دلهای مردم بود و ما شاهدی از این مسئله بودیم. همونطور که شما اشاره کردین، در بعد از شهادتشان مردم رجوع کردن و همه می آمدن. یعنی وقتی کسانی که وارد خانه استاد محقق می شد، ما شاهد بودیم که اینها هم کسانی بودن که شاید با خود استاد محقق در بعض مواقع دیدگاه خوب نداشتن، یا اینکه از مسائل حزبی و مسائل جریانی ممکن است که دلخور بودن، ولی در بعد از شهادت شهید باقر دیدیم که همه آمدن، همه تسلیت گفتن و همه ناراحتی خود اعلان کردن و حتی رئیس جمهور وقت از یک سفر که برگشتن مستقیم از میدان هوایی وارد خانه ایشان شدن. اینا نشان دهنده حرکت و امو برخورد و امو استعدادی که شهید باقر داشت نسبت به مردم. این یک مسئله. مسئله دوم هم مسئله که پیشتر اشاره کردیم، جنبه های دینی شهید باقر بود که محبت را در بین مردم شیرین‌تر و با حلاوت‌تر و بیشتر کرده بود. شهید باقر همچنان که دیدگاه مسالمت‌آمیز داشت در بین مردم، در بین جوانان و مؤمنین، همچنان یک شخصیتی بود که در مباحث اعتقادی و دینی عقیده و باورمند بود و به مسامت حرکت می‌کرد و تلاش می‌کرد که آمیزه‌هایی از مسائل دینی و سیاسی را در کنار هم داشته. دوستان، شما بیننده و شنونده ویژه برنامه
دومین سالیاد شهادت جوان پاک رشید و نیکنده شهید محمد باقر محقق از رادیو و تلویزیون راه فردا هستید و مهمان برنامه ما هم جناب حاج عباس حسنزاده مسئول شورای عالی قراری افغانستان و یک از کسایی که شناخت خوب از شهید کربلای محمد باقر محقق دارد. ما پارسال آجاها در اولین سالیاد همکارا مسئولیت تهیه مستند دفترچه یادداشت شهید باقر و مصاحبه با بزرگان کشور جمله آقای حامد کرزی، دکتر سید عبدالله عبدالله و پسر مارشال سید فهیم و سایر بزرگان به عهده ما سپرده بود که باید کار انجام بده. من هر مصاحبه ای که انجام میدادم شناخت ما او زمان بیشتر میشد نسبت به شهید باقر محقق. از یادم نمیره وقتی که ما خانه آقای کرزی رفتیم برای مصاحبه، همین که از دروازه در آمد گفت که ما بسیار ببخشید یک روز بعد با شما مصاحبه میکنم. گفتم چی اتفاق افتاده باشه؟ گفت روز بعد است که گفت یک حادثه تلخ اتفاق افتاد که ما یک جوان رشید شهید باقر از دست دادیم. همونجا آقای کرزی خب بغض گرفت. خب وقتی ما مصاحبه انجام دادیم بعدا فکر کردیم که دو تا جلسه بسیار کلان کنسل کرده بود، جمعی از بزرگان قوم شاباده بود که نشست کنه. گفت من پیام دارم، ثبت کردیم پیامشان. هم دکتر صاحب عبدالله پسر آقای مرشد صاحب فهیم هم یک مصاحبه خوب داشت و همه شخصیت های براز نظر کردن و روز تاسف کردن. ما هر مصاحبه‌ای که داشتیم شناخت ما بیشتر و مختر میشد که ما یک جوان اهل فکر و اندیشه را در افغانستان در یک حادثه ناگهانی از دست دادیم. در اخیر آجاها میشه پیام گفتنی داشته باشین و الهامی که جوانان میگیر از زندگی نامی یک جوان خوب؟ بله، ما وقتی یک چنین شخصیت و جوان را از دست میدیم، اون هم با مفکوره بسیار عالی در بین جامعه، واقعا دردناک هست. یعنی حق داره شخصیت های سیاسی بزرگان ما به خاطر شناختی که از شهید باقر داشتن، اونها هم احساس ناراحتی کردند و ما در اون زمان پیام هایی که صادر شد، دید بازدید هایی که شد، این مسئله به وضوح پیدا بود. اما پیامی که در این قسمت به جوان ها هست این است که جوان ها هم واقعا در همین مسیر اگر حرکت بکنن، استعدادشان رو به کار ببرن، برای رشد جامعه تلاش بکنن، برای صادقانه همبستگی، بله، و همچنین جنبه های دینی را هم، باورمندی را هم در کنارش داشته باشن، فکر میکنن که یک بودی از ابعاد مختلف شهید باقر را زنده کرده و او را الگوی زندگی خود قرار داده و خوب است که در این زمینه جوانان عزیز ما با جدیت هم درس بخوانند که از آرزوهای شهید باقر محقق بود که باز در تداوم تحصیلاتشان ادامه بدن و هم جد و جهد میکردن و مطالعه میکردن در این مسیر و مطالعه کتابها، متنها برای جوانها بسیار تاثیرگذاره برای رشد استعدادشان که در کنار آموزه های دینی باشه. بسیار تشکر، بسیار زیاد جواب هست. سلام. بله، بنا به فرمایش حاج آقا هر شخصی، هر جوانی که تلاش کنن خیلی وابستگی به این مسئله نداره که ما از یک خانه نامدار باشیم، از یک خانواده رهبر باشیم یا رهبر خیز. ما در افغانستان جوانایی داشتیم که از یک خانواده بسیار فقیر، از یک پدری که کراچیوانی میکنن رسید به او شهرت و بسیار به جایگاه بالا. مثلا شما سفری که روزای مسابقه هم داره شما میبینین، کسی که اول چون در امتحان کنکور شمشیر زده، خب پدرش در کارزوال کار میکنه. بله. مردم قدرشناس استعدادهای جوانها هستن، قدرشناس تلاشها هستن، به شرطی که جوانهای ما تلاش میکنن. باز هم ممنون حضور آجاقا هستیم در این جبل. سلامت باشید.